میم الان تو خونه بغلیا میاد صدا من پوری یه دونه بداره ولی ستارم بدون تیم محاله بگیره کارم بیا بخورن شورایی که میخوام بگم ای چه خبر بچه‌ها اسم من هست کیودی پای بهتر کیودی پای سابسکرایب کنید سید یه مدت بود که از میم های ردیت و دیسکورد خبری نبود و الان اون روز فرا رسیده میخوایم چند تا میم ببینیم چند تا میم از ردیت و دیسکورد کیودی پای ببینیم حالا ردیت دیسکورد اینستا تلگرام هر چیزی که از کیودی پای و لایون گنگ و خانواده‌مون اومده بیرون. همین الان که رفتیم داخل ردیت با این صحنه روبرو شدم. همین الان موضوعی رو فهمیدم. میم ریویو بعدی کیان آپلود غرق شد. جالب است. تا رفتم توی ردیت این میم به چشمم خورد. جالبه دیگه. میممون همین الان آپلود شد دیگه. همین الان آپلود شد در اصل بخوایم بگیم. ویدیو رو داریم میبینیم. ریاکت به میم ها 20 دقیقه صحبت کردم با مخاطب ها. آقا من خیلی هم صحبت نمی کنم که بعضی وقتا توی یه سری از ویدیوهامون یهو میریم بالای منبر چیز بدی نیستش که باید بالاخره از خودمون از گنگمون تعریف کنیم صحبت کنیم بگیم واقعا ما 200-300 سال بقیه جلوتریم چه چیزایی رو وایرال کردیم اینا صحبت‌های پشمریزونیه صحبت الکی و حوصله سربر نیستش که من خیلی هیتلر رو دوست دارم پس مثل اون لباس بپوشم چیزی که فکر می‌کنم شدم چیزی که در حقیقت هستم کیودی پای شده هیتلر کیومرس اینها زیر سر تو آیا همین واه فقط برو مادر کاسه بیرون گمشو بیرون مادر جنده برو خاک کاسه جز اینجا نیست برو کاسهش بیرون وقتی یه سیما و یه بی تی اس فن میبینم من بابا گاییدین آقا گاییدین هم دیگه رو نکنین آقا بهمم این چیه؟ یه کارتونه اسم کارتونش رو نمیدونم ولی انگار آشناست اتاکیو چرا کیودی پای تو حواست نبود به نکته بسیار ریزی اشاره کردن ها خیلی شبیه اسم این کارتونه چیه هر کی ببینه تو کامنت ها بنویسه خیلی شبیه اتاکی سکسی ویلو من حمید مصطفی ام دیگه معلول جسمی حرکت نمی‌کنی اصلا من این چی بود گفتی؟ یه بار فکر کنم دیده بودم واقعا تو به من کی هستی؟ یک حیوان اصیل شهری یک شیر درنده آفرین خودت میدونی کی هستی معلمون داداشی نوبانیت تا کاراشی میام داداشی با چیرو تا کاراشی افکان و کابازاچی میام و سناکازاچی میکیزا کاباکاما یا بهم بگ بوستا کاماشی اخنده جنایی متهم ردیف اول با دستشهی در این کیودی پای پشمان یه چیز سم میدرسی دارن صدامو گذاشتم روی یه موزیکی با هوش مصنوعی اینگه واقعا جدی دارم میخونم بچه کاملش من تو تلگرامم گذاشتم میتونین بیان ببینین چند تلگرامم این چند تلگرامم لینکش هم توی دیسکریپشن هست میتونین کلیک کنین تشکرم کردم از اون پیجی که این سمو تولید کرده و ساخته استاد یا معلم خطاب به دلغک کلاس بعد از اینکه کلاس رو کلا نابود کرد من خیلی ممنون محبت دارین امیدوارم که شما به خودتون خیلی افتخار بکنید که این نمک پاشی رو کردید مامانتون هم لابد الان خیلی خوشحال شده میگه وای بچه‌مو نگاه کن چقدر ماه خدا خود این اتاکی من حس میکنم معلمی چیزی بوده تو ایران لعنتی خیلی صحبتش بعضی وقت معلمی میشه دقیقا معلم ما هم همین حرفا رو میزد میگفت حتما مادر پدرت هم بهت افتخار میکنن و فلان کره زمین بعد از شروع جنگ اسرائیل و فلسطین بابا گاییدین آقا گاییدین همدیگه رو نکنین آقا صدای بهمن بد جور میم شده حالا بعضیا میان میگن صدا بهمن نیست و فلان اونا مثلا میخوام بگن که آره کیودی پای وجود نداره ولی در اصل بخوایم رو منطق باشیم آقا کیودی پای 3 سال پیش این بهمن آورده اینجا چرا اون موقع ترند نبود میم نبود حالا که ما مثلا یه خورده بیشتر ابرش صحبت کردیم و بیشتر روش آشنا شدن قضیه میگه آره نه این صدا بهمن نیست و صدای فلانی فرقی هم نداره ولی در کل بخوام بگم اینا همه دسته پشت برداشت میرسه به کیودی پای بهمن ما میم کردیم همه میم ها خودش میرسه به دست ما بیشترش میرسه به دسته پشت برداشت میرسه به ما اون دکم تو ناصر نزنه تو اینا همش به پشت پرده ما خورده دیگه سرین هم میبینید بعضی وقتا تو اکسپلور اینستا جدیدن میاد. سریعا کسی یادش نبود کیودی پای الان زندش کرد. درود بر شما، خوب هستین؟ سیاه‌پوست‌های مهربان برای یه دختر بی‌سرپرست اولین تولدش رو جشن منطقی، نه به نجات پرستی انسانی. منطق میبارید سید. عزم متاسفانه من نمیتونم عروسیت رو ببینم. چرا پدر بزرگ، شما که خیلی پیر نیستید. عزم من قرار نیست حالا حالا بمیرم. تو سرطان داری. نباید میخندیدم به این. زنگ اول معلم نیومده، یهو مدیر وارد کلاس میشه. شما اینجا من مدیر که همش خوابه. چه باله. ببینید یه بار بچه دقت کنی. من مدیر، اونی که همش خوابه، اونی که گوشی همراهشه داره میترسه، اونی که گوشی همراهشه ریده تو خودش، اونی که ته کلاس داره غذا میخوره، اون دوتا اون پشته میگن پوری و پیشرو چی میگن اون پشت. فکر کنم بهتر باشه نتفلیکس یه تغییری تو چیدمان فیلماش بده. البته حالا باز هر جور صلاحه. مایکل جکسونه این، یه سوسیس ازش اومد. یکی هم داره اینور میترسه. حالا اینو بریم بعدی خیلی روش زوم نکنیم، یوتیوب گیره رو این چیزا. کسخال شدن بهمن تو وسط برنامه زنده کسادی و بهمن این چیه؟ دیگه نگرانه تمام دیوونه میمونه واقعا میشه. دیگه چند وقت دیگه باید شاهد این باشیم که بهمن یه تو برنامه زنده صدا و سیما خوش خوار مادر میکشه به همه. مثلا میگی چی تو برنامه زنده بهشون، به بیننده ها؟ کیرم تو کس خوار مادر تک تک ایرانی، به جز تیم من خودتون. وقتی میری دور دور یه دافه خوب ببینید. شما به همه برخواسته تبریک میگم. چیکار کردی؟ حال شما خوبه خانم؟ مرسی خیلی ممنون. اسم شما چیه خانم؟ خیلی ممنونم. اسم شما خیلی ممنونه. اسم شما چیه خانم؟ من خود وکیلی موادی چیزی زدی تو. می‌دونی اصلا کیودی پای چیکار می‌کنه؟ میگم 200 جلو داریم. خاطر هم خود بهمن الان میم شده. خود بهمن میم شده. هم صداشو میم کردیم. ببین قشنگ همه چیشو میکشین. میچلونن ویدیوهای ما رو. خود بهمن هم معروف شده، هم صداش معروف شده، هم چه می‌دونم سرین معروف شده، هم اینو معروف شده. عمر معروف بگم ولی کیودی پای رو تگ نمی‌کنین. این کارو نمی‌کنین. تگ نمی‌کنین، معروفش نمی‌کنین که مثلا یه چند نفر دیگه آدم ما رو بشناسن. من به خون این مادر کسا تشنم. میخوان فقط خودشون کیودی پایو ببینن. اینجوری هم دیگه، منطقشون اینجوریه دیگه. اون خودشون کیودی پایو ببینن، به کسی دیگه معرفی نکنن. دوران بلوتوس هم همینجوری بود دیگه. ماها مثلا یه موزیکی داشتیم تو گوشیامون، یه موزیکی داشتیم، طرف میگفت واسم بلوتوس کن، من میگفتم، ما میگفتیم که بلوتوسمون خرابه، یا میگفتیم بلوتوس نداریم. این زمان هم همین جوریه. کیودی پایو واسه کسی دیگه نمیفرستن، نمیخوان که بقیه با کیودی پای عاشق بشن. این جوریه دیگه، وگرنه بعدشون که کیودی پای نمیاد. ما منظورمون نیستش که کیودی بعدشون میاد، میان یواشکی میبینن میرن، معرفیمون نمیکنن. اینه رو مخ مادر چندای حروم زده. وقتی بعد یه عمری آماده ای واسه امتحان، ولی معلم که اسمش فرامرزه اون روز نمیاد. فرامرزه چوری چیرم تو کتل آموزه کجایی بابا؟ ما این آموزه همون دیگه ما چونی بیا دیگه ساعت هم سه و چونه بابا فرامرزه چونی. بهش یه فکر کردم باحال شد. بریم بعدی. من دوستم تو دانشگاه در حال قضاوت کردن بقیه از روی ظاهرشون. بله؟ سعید سکویی. دیدی مجبور بود آقا. مجبور بود آقا. من سر میگیرم آقا، بی خیلی بی پدر و مادرانه. با شما هستم جانم، بفرمایید. احترامات مرا قبول بکنین آقای. تو هم مزدور هستی، بذار آخوندا صحبت می‌کنید. با شما هستم، بفرمایید. یعنی همه اینا کیودی پای چند سال پیش وایرال کرده بود. واقعا دست ماه، دسته پشت پرده که ماسک سیه. ماسک فراموش نکنید بچه‌ها، اینا ما، خورشید، ستارگان، کهکشان‌ها و هستی. چیز خیلی خیلی دارک و فراتریه، باید خیلی روش تمرکز کنین تا بهش برسیم. بعضیا هستن یا نه اینا بودن و هیچ کسی نیوردشون، ولی در اصل ما بودیم که اینا رو معروفشون کردیم، ما بودیم که بیشتر برمشون. و این قبلش اصلا کسی اینا رو نمیشناخت، میشناختن تک و توک، اصلا یادشون بود. ولی تلنگر اصلی و کیودی پای زد. اینه بهمن. چی؟ بهمن ما الان گندش کردیم. دیگه کسی از ما چیز نمیگه کیودی پای اصلا بوده هست. ببین این ملت کلا اصلا کسکش گاوه. اصلا ما شده به هم میون شده، حالا هر چیزی که مربوط به ماست هشتگ دسته پشت برده کیودی پای، اینو تو کامنتاش حتما بنویسین. حواستون باشه سه طور منطقی هست. بچا اینو نگاه کن، کیومرسو یه همچین حالتی مثلا با آرت دیجیتالی درست کردن، خیلی باحال شده. بابا کیومرسو حالت هیتلری در آورد بغل برج خلیفه، بغل برج ایفل. اینم یه فن آرت دیگه از ما درست کردن دیجیتالی که کیودی پای حالت نظامیش کردن. منو مرسی از علی ده آرتیست، دمت گرم. اینم یه بازیه که توی مایکت هم مثل این که هست، نمیدونم حالا سیگماها بازی سیگماها درست کردن. منم یه نقشی رو دارم تو این بازی، تو این سیگماها هستم، بازیش توی مارکت. اینم یه جور سوژه است که لایون گنگیا پیدا کردن و گذاشتنش توی میم ها. یه آرت دیگه بریم ببینیم کیومرس ازت چقدر دارن آرت درست میکنن. از کیومرس خیلی دارن آرت درست میکنن. نگاه کن اینو مثلا حالت کیومرسی در آوردن، برج میلاد و پشتش رو طراحی کردن، یه پرچم شیرو خورشید اون پشته دیگه، اوخ علامت نازیو و یه علامت روی کلاهش فرور خیلی باحاله. اینا مرسی از مستر کیو اینو درست کرده توی دیسکورد. دو تا آرت دیگه از کیومرس داره به چشمم میخوره، اینم درست کردن. وای چقدر باحال شده. من خیلی از این یکی خوش آمد، این که کامل قشنگ صورتش مشخص مشکیه، اینم خیلی جذاب درست کردن با اون لوگوی فرور. کیومرس می‌بینی چقدر طرفدار پیدا کردی؟ واو مرسی از همتون. به زودی جهان در دستان ما میشه و کل دنیا رو با خاک یکسان میکنیم و دوباره میسازیمش. واو منطقیه. این پسره رو توی سیگما دیده بود. کیودی پای شاه شاهان شیر ایران، نابود کننده بی تی اس، نابود کننده فمینیست، سیگما اعظم. منم یه سیگمام. دانسیریس یه جوری از من تعریف کرد، حس کردم الان رو تخت پادشاهی نشستم، حس کردم کل دنیا زیر دست منه. نگاه کنی چه داد میزنه تعریف کنه قشنگ. الان غرور منو گرفت لعنتی با این تعریفایی که کردی. صداشم قشنگ بلند از ته دل داره فریاد میکشه، فقط اونجایی که عدد سیگما رو در آورد. سیگمای اصلی توی لعنتی. همه جوره تعریف کرد از ما، نابود کننده بیتید، نابود کننده به سیگمای اعظم. ولی واقعا خب درست حسابی تعریف کردی، رو منطق بود. البته به خانم ها و فمینیسته بر نخور. ما لایون گنگی گناه دختر و پسرشون 200-300 سال بقیه جلوتر. لایون گنگی باشه 200-300 سال جلوتری. نابود کننده بی تی اس هم حقیقتشو بخوایم بگیم استارتشو ما زدیم. قبلش بریم نگاه بندازین توی کامنتات یوتیوب، سرچ کنین از ان تبدیل شد به هلو. اینجا بود که ما گرفتیم روی بی تی اس و بی تی اسی اومدن تو کامنت ها، می‌خواستن ترتیب اون رو بدم ولی لایون گنگی اجازه نداد. هی میگفتن بی تی اس فوراور، بی تی اس فوراور. بی تی اس بچه از اینجا شروع شده. دشمنیمون با بی تی اس از اینجا شروع شد. منم دیگه گرفتم روشون، ما هم دیگه گرفتیم روشون، چشامونو بستیم و گرفتیم روشون. واقعا الان نگاه کنین دیگه بی تی اس طرفداراش خیلی یه جورایی ریختن. از وقتی که کیودی پای گرفت روشون، حقیقتشو بخوایم بگیم خیلی طرفدارشون ریزش کرد، برباد اومد، سرویس کردیم دیگه. میبینی اصلا گاییدیم و همه عاشق دیدم یه سری از یوتیوبر عاشق بی تی اس. آره من بی تی اس رو دوست دارم، آره فلانی. اصلا کیودی پای چیکار میکنه واقعا؟ درسته مثلا ویو هامون به یوتیوبرای دیگه شاید نرسه، اونا خب حالا با خواهی مالی بازم ویوهاشون میبرن بالا، ولی ماها چی؟ ماها با هم رفیقیم، با هم دوستیم. یه سری‌ها همه نه، منظور من همه. خیلی از اینایی که میامار میبینن یا ادمینای تلگرام، یا ادمینای اینستا، یا یوتیوبرن، یا استریمرن، میان یواشکی میبینن میرن. من اینو بهم ثابت شده، یواشکی میبینن میرن. بعد بعضیاشون هم یهو من این حرفو میزنم یه نفسی میکشن، نفس داغی میکشن که آره کیودی پای از کجا میدونی که ما داریم تو رو میبینیم ها؟ بعضیش اینجوریه، پشماشون ریخته از اینکه کیودی پای میدونه که مثلا اونا دارن ویدیوهای منو میبینن. آره دیگه خیلی زیر نزنیم، بریم بعدی. اگه از یه جایی بهم بدی کردی انتقام میگیرم. انگیزشی نوشتن پارسال بود دیگه، فربا ترتیب بهمن و یهو داد، بهمن خیلی عصبی شد و از فربا انتقام گرفت. یوتیوبرها در حال فکر کردن به اینکه نکنه بعدی اونا باشن. دارکی ها. آره دیگه دست کیودی پای در امان نیستن الان یوتیوب رو. فکر می‌کردم مثلا یوتیوب اومدن دیگه همه چی حله، کسی بهمون گیر نمیده، همه چی به خوبی و خوشی پیش میره. این کیودی پای این اجازه رو نمیده، ماخس که این اجازه رو نمیده. میجنگی با ناز سرین شعر گفتن تو میجنگی. وقتی طرف جمعن رو به خاطر جق زدن باهاش یه سری بچه میرن ویدیوهاشو ببینن، باید هم ترتیبشون رو بدیم دیگه. ترتیب هم چند حرفا میزنین دیگه. تفسیر قبلیو بچا تفسیر شتگل که قبلیو گذاشته بودیم، حواستون باشه 200,000 تا کامنت برسونین دیگه. 200,000 تا کامنت برسونین. الان یه خورده کامنت ها بیش از حد نرسیده. دلیلش هم اینه که یوتیوب کامنت هایی که هشتگ و چه میدونم کلمات کوچیک و بیخود داره رو نمیذاره توی کامنت هامون نمایش داده بشه. دلیلش اینه. اگه اونا رو میذاشت الان 200,000 تا هم رسیده بود. سعی کنین یه چیزی بنویسین مثلا عالی است، خوب است، نمیدونم خفنه. دمت گرم کیودی پای. اینجوری یه چیزایی بنویسید که یوتیوب شک نکنه. اگه اینا رو قبول میکرد الان 200,000 تا رسیده بود، همون روزم میرسید کامنت ها یا هشتگ. اینا حواستون باشه، اینا هشتگ اینا خیلی نزن. بعد حالا میگن که شتگل، مثل اینکه لایون گنگ و کیودی پایو از تو کامنتاش مسدود کرده. همش نگاه میکرده کامنت ها میگه لایون گنگ کیودی پای. شما الان برید تو کامنتش لایون گنگ بنویسید یا کیودی پای بنویسید، نمیاره بالا. فقط خودتون میتونید ببینید. یعنی اینقدر پشماش ریخته. دوست پسرشو مسدود نکرد، کیودی پای کلمه‌شو مسدود کرده توی چنلش. دلیلش چیه؟ دلیلش قدرت لایون گنگ یا سیه. فنهای بقیه یوتیوبره که 5 سالشونه، لایون گنگ که 200 از بقیه جلوتره. بابا واکنش خدا وقتی جنتی بالاخره میمیره. آمدی مادر کسه کونی بچه کسه جنده زاده، آمدی خواه کسه مادر. بابا دست پشت پرده کیودی پای، دست پشت پرده کیودی پای. بابا بیچه میسان باز گیره تو کنه دهنه تو گاییدم دهنه همه تونو گاییدم بهش میخور. یه بار دیگه ببینی دیگه خودشه. حالا دوباره یه نزید سما درست کردن، اینم بریم ببینیم. آکیرا تو بطن دارم من انزو ناییدم با صدای دروبر. یه بار دیگه نگاه کنید، یه بار دیگه ببینید. من خنده هم شاید نزدش قشنگ بشتمه. ببین آکیرا تو بطن دارم من انزو ناییدم با صدای دروبر رو با هوش مصنوعی درست که هم گذاشتم با اون یارو. این بود از میم. امیدوارم که دوست داشته باشید این ویدیو رو. حواستون باشه بعضیا اینقدر حساس نباشن که کیودی پای فقط بعد مال ما فقط باید ببینیمش. این برانور پخش کنیم کیودی پای هم ببینن. حالا این ویدیوها شاید الان یه خورده بازی داشت کنه، ولی چندین سال دیگه هم همینجوریه به نظرتون؟ نه. دوستتون دارم رفقا. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. لایک فراموش نشه، سابسکرایب. تا ویدیو بعدی میبینم تو بلم.